خب بچه های 11 ادامه ی حل تمرین ها رو در قسمت دوم پیگیری میکنیم. حل تمرین فصل اول فیزیک 11. سوال 1. در یک میدان الکتریکی یک نواخت به بزرگی 4 ضرب در 10^5 نیوتن بر کولون، ذره‌ای با بار مثبت 2 میکروکولون همراستا با خطوط میدان. پس من یک میدان بکشم. این یک میدان الکتریکی یک نواخت. ذره بارش مثبت 2 میکروکولونه. خب اون وقت در جهت میدان 150 سانتی متر جابجا میشه. مثلا از نقطه A میره به نقطه B. تغییر انرژی پتانسیل رو میگه حساب کن. تغییر انرژی پتانسیل هست EQD کوسینوس نیرو که وارد میشه ذره با بار مثبت از سمت مثبت رانده میشه به سمت منفی. پس جابجایی و نیرو هم جهت هم کوسینوس صفر رو دیگه نمینویسیم. کوسینوس صفر 1. پس دلتا یو میشه 4 ضرب در 10^5 اندازه بار 2 میکروکولونه ضرب در 1.5 متر هم جابجایی شه. دلتا یو هم که مثبت به دست میاد برای اینکه ذره خود به خود حرکت میکنه. حواسمون باشه هر وقت ذره باردار در میدان الکتریکی خود به خود حرکت کرد، یعنی انرژیش داره چی میشه؟ انرژیش داره کم میشه. پس حواسمون به این نکته باشه. دلتا یو منفیش آخر میتونی بذاری، هیچ اشکالی نداره. منفیه 2.5 تا 3 تا 3^4 تا 12 تا ضرب در 10^-6. پس دلتا یو میشه منهای 1.2 دهم جول. چون خود میدان ذره رو خود به خود جابجا کرده، میدان این کار رو انجام داده، کار میدان مثبت بچه‌ها. پس کار میدان مثبت، تغییر انرژی پتانسیل هم همیشه با کار میدان با علامت منفی رابطه داره. یعنی کار میدان اگر مثبت بود دلتا یو میشه منفی. این از سوال اول. اما سوال دوم بچه، سوال دوم. در یک میدان الکتریکی یک نواخت ذره ای با بار مثبت رو با تندی وی صفر خلاف جهت میدان. بچه ها تو سوال اول در جهت میدان بود ذره، تو سوال دوم خلاف جهت میدانه. حواسمون باشه. پس ذره با بار مثبت با تندی وی صفر خلاف جهت میدان پرتاب میکنیم. ذره پس از 50 سانتی متر جابجایی متوقف میشه. میگه اگر میدان الکتریکی اندازش 10^4 باشه، جرم ذره 2 دهم گرم باشه، تغییرات انرژی پتانسیل چند جوله؟ وی صفر چقدره؟ خب برای اینکه این مسئله رو حل کنیم بچه ها، اول یه شکل میکشیم. شما شکل رو اول ببینید، بعد براتون قابل درک میشه حل مسئله. این یک میدان الکتریکی یک نواخته بچه ها. خلاف جهت میدان میره، مثلا اینجا آه، اینجا بیه. جهت میدان این بره، خلاف جهت یعنی این بر باید بره. بچه ها خلاف جهت میدان ذره با بار مثبت کیو آیا به سمت مثبت میره خود به خود؟ خیر. پس ما باید ببریمش. پس دلتا یومون حتما مثبته. خب دلتا یو هم که بود ای کیو دی، زاویه هم چون صفره، ای رو داده 10^4، کیو رو داده، کیو رو داده چقدر؟ 8. 10^-6 ضرب داره. فاصله رو داده 0.5 متر. از اینجا دلتا یو به دست میاد 8 × 5 = 40 تا 4 ضرب در 10^-2 جول. اگرم بپرسن تغییرات انرژی پتانسیل مثبت یا منفی، معلومه دیگه مثبته، افزایش پیدا میکنه. این قسمت الف. اما قسمت بی، وی صفر چقدره؟ بچه ها برای قسمت بی اینجوری میگیم. همیشه دلتا کا با منفی دلتا یو برابره. پس 1/2 ام وی 2
جلوی منهای وی صفر دو مساوی است با منهای 4 ضرب در 10 به توان منفی. اگر قرار باشه آخرش سرعت صفر بشه، وی میشه صفر. حالا عدد گذاری میکنم، 1/2، 2/10 تبدیل میکنم به کیلوگرم ضرب در منفی وی صفر به توان 2 منهای 4 ضرب در 10 به توان منفی 2. بچه ها میتونیم این منفی رو با این منفی ببریم، اینم با این ببریم، اینجا بشه 10 به توان منفی 4. یعنی اینجوری بنویسیم وی صفر به توان 2 10 به توان منفی 4، 4 تا 10 به توان منفی 2. اینو با این ساده میکنم، وی صفر به توان 2 میشه 400 و وی صفر میشه 20 متر بر ثانیه. امیدوارم این مسئله رو هم خوب درک کرده باشید. بریم سراغ مسئله سوم. خب، اما سوال سوم، در شکل مقابل پتانسیل الکتریکی و بزرگی میدان در سه نقطه رو با هم مقایسه کنید. همونجور که میبینید میدان ما میدان یک نواخت نیست. پس هر جا تراکم خطوط بیشتر باشه میدان قوی تره. الان اینجا تراکم خطوط بیشتر از اینجا و بیشتر از اینجاست. یعنی من میتونم بگم ای در نقطه C بیشتر از ای در نقطه B بیشتر از ای در نقطه A. این در مورد میدان الکتریکی. اما در مورد پتانسیل باید ببینیم این صفحه صفحه مثبته، این طرف منفیه. خب قبلا این نکته رو گفته بودیم، هر چی به صفحه مثبت نزدیکتر باشیم پتانسیل بیشتره. پس پتانسیل نقطه A که به صفحه مثبت نزدیکتره بیشتر از پتانسیل نقطه B بیشتر از پتانسیل نقطه C. حالا اگر یه نقطه اینجا هم داشتیم به نام D، راجع پتانسیلش چی میگفتیم؟ میگفتیم پتانسیل نقطه D با پتانسیل نقطه A برابره. اصطلاحاً گفتیم نقطه A و نقطه D با هم پتانسیلن. این کلمه هم پتانسیل رو تو ذهنتون داشته باشید. خب سوال 4 چی میگه؟ در شکل روبرو بار منفی 2 میکروکولون با سرعت ثابت از نقطه A تا B که 50 سانتی متر جا به جا میشه. پس ذره بارش منفیه، این طرف مثبته. بچه ها منفی خود به خود به سمت منفی نمیره. پس ما باید کار انجام بدیم. وقتی ما از بیرون کار انجام میدیم یعنی انرژی پتانسیل ذره رفته رفته بیشتر میشه. پس ما میتونیم بیایم بنویسیم که اینجا مینویسم براتون، میتونیم بگیم انرژی پتانسیل ذره در جا به جایی از A تا B بیشتر شده. چقدر؟ به اندازه EQD کوسینوس 37 درجه. زاویه رو ببینید 37 درجه است. پس دلتا U مساوی است با E 10 به توان 3، Q هست 2، دیگه علامت بار نمیذاریم، فاصله نیم متر ضرب در کوسینوس 37 درجه هم که 8/10. پس دلتا U میشه مثبت 2 5 10 تا هیچی 8/10 ضرب در 10 به توان منفی 3 ژول. افزایش هم پیدا کرده چون مثبته. خب اینم از این مسئله. اگه زاویه دار بدم هم عین همونه، فقط کوسینوس زاویه رو قرار میدیم. اما بریم سراغ سوال پنجم، ببینیم سوال پنجم چی میگه. ببینیم بچه ها سوالات تیپشون متفاوت میشه، حل مسئلهشون خیلی با هم تفاوتی نداره. سوال 5 میگه بار مثبت 2 میکروکولون رو در یک میدان جابجا میکنیم، انرژی پتانسیلش 5 میلی ژول کاهش مییابد. تا گفت کاهش مییابد یعنی دلتا یو هست منفی 5 میلی ژول. اون وقت میگه اختلاف پتانسیل وی دو منهای وی یک رو حساب کن. آقا وی دو منهای وی یک همون دلتا وی تعریفش بود دلتا یو به کیو، حالا یا مثبت یا منفی. اینجا میگم دلتا وی مساوی است با منفی 5 میلی ژول رو به ژول تبدیل میکنم، بارم که مثبته میکروکولون رو به کولون تبدیل میکنم، منهای 2.5 ضرب
برابر ده به توان 3 یا دلتا وی میشه منهای 2500 ولت. خب بریم سراغ سوال ششم. ببینیم سوال ششم چی میگه. سوال ششم بچه‌ها سوال فوق العاده مهمیه، حواستون رو جمع کنین، خیلی 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 مهمه و دقیقه. از این تیپ زیاد مسئله تو تستا شما میبینین. خب میگه ذره به جرم 10 گرم و بار مثبت 2 میکروکولون مطابق شکل بین این دو صفحه رسانه معلقه. من صفحه رو اینجا بزرگتر بکشم. این صفحه بالایی چون به مثبت وصله پس بارش مثبته. صفحه پایینی رو نگاه کنیم به منفی وصله پس اینجا منفیه. میگه شما بگین علامت بار که اینجا معلقه چیه؟ مثبت یا منفیه؟ و بگین این فاصله دی چقدره؟ من برای اینکه علامت بار رو پیدا کنم نیروی MG رو میگم رو به پایینه. برای اینکه معلق بمونه حتما یک نیروی الکتریکی رو به بالا داریم. F و MG باید با هم برابر باشن. اگه ذره بارش منفی باشه نیروش به سمت بالا میشه، میره به سمت مثبت. پس بار ذره منفی است. اینا حواستون باشه. خب جای F می نویسم EQ مساوی MG. E ضرب داره 2 ضرب در 10 به توان منفی 6. 10 گرم رو تبدیل به کیلوگرم می کنم. E مساوی میشه با، ملاحظه بفرمایید، این 10 رو با این 2 ساده می کنم، 5 ضرب داره. اینم که با این رفته بود منفی 2 با این ساده بشه، 10 به توان 4 میمونه. خب این به دست اومد. اما از من فاصله دی رو خواست. من چجوری دی رو به دست بیارم؟ میام میگم قبلا یاد گرفتم. دلتا وی هست ای دی بچه ها. دلتا وی هست ای دی. نگاه کنیم به شکل. اینجا یک هزاری به شما داده. این هزار اختلاف پتانسیل دو سر مولده بچه ها. پس دلتا وی رو به من داده 1000. دلتا وی 1000 مساوی است با ای هم که به دست آوردیم 5 ضرب در 10 به توان 4. 1000 سه تا صفرش با این بره میشه 1/50 متر، یا اگه به سانتی متر بیان بکنیم میشه 2 سانتی متر. خب اینم از مسئله 6 که مسئله مهمی بود. بریم سراغ مسئله 7. خب بریم سراغ سوال هفتم. مساحت صفحات خازن تختی 4 سانتی متر مربع و فاصله بین آنها 2 میلیمتر. یعنی مساحت آ رو داده، بعد فاصله یعنی دی رو داده. میدان بین صفحات 500 نیوتن بر کولون باشه و بین صفحات هوا باشه ظرفیت چقدره؟ بین صفحات هوا باشه یعنی کا باشه 1. ظرفیت خازن بود کا اپسیلون 0 آ دیوم. خیلی خوب. کا هست 1. اپسیلون 0 رو مثلا به شما بده تقریبا 9 ضرب در 10 به توان منفی 12. واحدش هم اسکوئر میشه. پس 9 ضرب در 10 به توان منفی 12 مساحت 4 سانتی متر مربع، اونم 2 میلی متر. حالا عددش هر چی شد به دست میاد دیگه. درسته؟ اگر بخوام به دست بیاریم این 4 میشه 2 2 9 تا 18 ضرب در 10 به توان منفی، یکی اینجا بمونه منفی 13 فاراد. اختلاف پتانسیل دو سر خازن رو میخواد. من برای اینکه اختلاف پتانسیل به دست بیارم میگم دلتا وی مساوی ای دی. ببینیم بچه ها، دلتا وی مساوی ای دی. دلتا وی مساوی است با 500 ضرب در 2 میلیمتر. از اینجا دلتا وی شما به دست میاد 1 ولت. اینم از مسئله شماره 7. اما هشتمین مسئله ببینیم چی میگه. خازنی به مولد وصل است. بچه ها خازن به مولد وصل است. خیلی مهمه این جمله رو حواست باشه. وقتی خازن به مولد وصل است یعنی ولتاژ ثابت است.
اگر عایقی با ضریب کا مساوی 5 وارد خازن کنیم، یعنی اول هوا بوده، حالا کار رو میذاریم، اون دیالکتریک رو میذاریم داخلش، کمیت های زی چند برابر میشن؟ ظرفیت خازن. خب ببینیم همه این اپسیلون صفر آدی ثابت، کا 5 برابر شده، پس سی هم 5 برابر میشه، ظرفیت خازن 5 برابر. ولتاژ هم که گفتیم ثابت است. اما انرژی، برای به دست آوردن انرژی میریم سراغ یک دوم سی وی دو. نگاه کنین به من، وی چیه؟ ثابت. هر اتفاقی برای سی بیفته برای یو هم میفته، 5 برابر 5 برابر، پس انرژی ذخیره شده هم شده چی؟ 5 برابر. بار الکتریکی، میگیم بار الکتریکی کیو مساوی سی وی، وی با ثابته، سی 5 برابر، بار هم چی میشه بچه ها؟ 5 برابر، پس اینم شد 5 برابر. ملاحظه بفرمایید، حالا من بینشون یه خطی بکشم که شما با هم قاطی پاتیش نکنید. خب مسئله مهمیه بچه ها. اما مسئله شماره 9 اینجا رو پاک کنیم، راحت‌تر حلش کنیم. مسئله شماره 9 چی میگه بچه؟ مسئله شماره 9 میگه خازنی رو شارژ کردیم و از مولد جدا کردیم. بچه ها باز هم یک جمله کلیدی، تا میگه از مولد جدا کردیم یعنی چیش ثابته؟ یعنی کیو، بار ثابت است. پس بار رو هم اینجا بگیم ثابت است. اما ظرفیت خازن میخوایم ببینیم چه تغییراتی داریم. میگه فاصله صفحات رو دو برابر کنیم، مسافت رو نصف کنیم، کا اپسیلون صفر آدیوم. خوب نگاه کنیم بچه ها، نگاه کنیم، مساحت رو میگه نصف، این یک دوم، اینو چند برابر؟ دو برابر، پس یک دوم تقسیم بر دو میشه یک چهارم، این طرف انگار یک چهارم برابر شده، پس سی هم میشه چی بچه ها؟ یک چهارم برابر. درسته؟ ظرفیت خازن پس با توجه به اینکه این سمت شده یک چهارم برابر، ظرفیت خازن هم میشه یک چهارم برابر. قسمت الف شد. قسمت ب هم که گفتیم بار ثابت. قسمت جیم ولتاژ خازن، سی مساوی است با کیو تقسیم بر این ثابت، ظرفیت یک چهارم برابر، این پس میشه چهار برابر، ولتاژ چهار برابر میشه بچه‌ها. اما میدان الکتریکی، وی مساوی است با ایدی، این که چهار برابره، این که چند برابره؟ فاصله رو گفته دو برابر. خب چهار رو دو رو ساده بکنیم دو برابر میمونه، پس اینجا ای میشه دو برابر میشود. حواستون هست چون دو ضرب در دو بشه این من میشه چهار برابر. اما سوال دهم بچه ها و به عبارتی آخرین سوال از این سلسله حل تمرین، بعدش انشاءالله در ویدیوهای بعدی برای شما تست حل میکنیم بچه ها، تستای فصل یک رو حل میکنیم، تستای مهمی که حالا هم نمونه کنکور باشه هم نمونه تعلیفی. چی میگه؟ ظرفیت خازن استفاده شده در یک وسیله پزشکی 5 میکروفاراده، پس ظرفیت رو داده، ظرفیت رو داده که با ولتاژ 6 کیلو ولت، 6000 ولت کار میکنه. اگه تمام انرژی این وسیله به بیمار منتقل بشه چند جول انرژی در بدن بیمار تخلیه میشه؟ خب من میام میگم مگه یوی خازن نیست یک دوم سی وی دو، یک دوم ضرب داره، ظرفیت خازن رو داشتیم 5 ضرب داره 6000 به توان دو، یک دوم ضرب داره 5 ضرب داره 36 ضرب داره، این دوتا که میرن 18 ضرب داره 5 8 5 تا 40 تا 5 5 تا 90 جون. این قسمت الف بچه ها، این قسمت الف.
قسمت ب، اگر تخلیه بار 3 میلی ثانیه طول بکشه توان دستگاه چقدره؟ بچه ها تعریف توان بود انرژی تقسیم بر زمان، 90 جول 3 میلی ثانیه. خب پس میشه 90 سوم ضرب در 10 به توان 3 میشه 3 ضرب در 10 به توان 4 وات. امیدوارم که این مسئله رو درک کرده باشید و بتونیم از این به بعد مسئله های حاضر و قسمت های قبلی رو به خوبی حل کنیم. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.